همچنان که اسناد افشا شده توسط ویکی‌لیکس در 26 اکتبر نشان داد، دولت اوباما مانع از انتشار اطلاعات مربوط به رژیم ایران گردیده است. اطلاعاتی که اگر افشا می‌شد ممکن بود سیاست اوباما برای گشودن گفتگوهای دیپلماتیک با رژیم ایران را اگر بالکل تضعیف نمی‌کرد، آن را با سؤال‌های جدی مواجه می‌کرد. این وکیل برجسته و مشاور سابق هیئت نمایندگی آمریکا در سازمان ملل متحد در ادامه مقاله با اشاره به محکومیت‌های بین‌المللی جنایات رژیم آخوندی و عواملش در عراق علیه مجاهدین نوشت: رهبران عراق مشتاق جلب رضایت رژیم ایران هستند. به رغم این، دولت اوباما کنترل اشرف را تحویل نیروهای عراقی داد. واقعیت این است که عجله و اشتیاق برای تعامل با رژیم ایران به بهای شکنجه روانی ساکنان اشرف صورت گرفت. تیراندازی همراه با تاخت و تاز و چپاول مکرر نیروهای امنیتی عراق علیه ساکنان اشرف باعث کشته شدن و نقص عضو صدها نفر شده است. آلنگرسون در بخش دیگری از مقاله خود دولت اوباما را به تصحیح اشتباهات فراخواند و نوشت: برای تصحیح شرایط موجود و جلوگیری از وقوع فاجعه دیگری، آمریکا باید حفاظت اشرف را به عهده بگیرد یا حداقل استقرار یک تیم ناظر سازمان ملل در اشرف را تضمین نماید. آمادگی دولت اوباما برای چشم بستن بر روی سرنوشت 3500 تن از ساکنان اشرف اکنون تا حد زیادی از طریق انتشار اسناد ویکی‌لیکس در معرض افکار عمومی قرار گرفته است. با توجه به اینکه قیمت تعامل با رژیم ایران فاش شده است، اکنون به مردم آمریکا و نمایندگانش در کنگره برمیگردد که روشن سازند آیا می‌خواهند با تنها گذاشتن مصمم‌ترین مخالفان رژیم ایران به سیاست مماشات تسلیم شوند یا نه. سید احمد غزالی نخست وزیر پیشین الجزایر در مقاله‌ای جنایات مالکی به دستور ولی فقیه علیه مجاهدین و شوی مسخره عوامل وزارت اطلاعات در مقابل ورودی اشرف را تشریح کرد و نوشت: